یک سلام گرم خدمت تمامی دوستان و حضار محترم تشریف آوری همه شما را خوش آمدید میگم. قرار بود یک پریزنتیشن هم خدمت شما ارائه بکنم، متاسفانه فکر میکنم که کمک از بحث امروز ما دورتر میره. به همون لحاظ تصمیم گرفتم فقط صحبت روبرو با شما داشته باشم و در ارتباط با چگونگی وضعیت شکلگیری جامعه مدنی، پیدایشش و پندارها در مورد جامعه مدنی و همچنان فعالیتایی که جامعه مدنی افغانستان در چند سال گذشته انجام داده خدمت شما عرض کنم. قصه ما قصه فرد نخواهد بود، بلکه یک قصه بسیار قوی در ارتباط با یک جنبش است در افغانستان که میتونه تغییر بیاره و دگرگونی بیاره و وضعیت به نفع جامعه و به نفع اقشار مختلف در جامعه تغییر بده. در صحبت‌های اولیه هم توسط جناب رئیس مرکز فرهنگی فرانسه هم گفته شد که افغانستان یکی از غنی‌ترین کشورهاست. بدون شک افغانستان یکی از غنی‌ترین کشورهاست. البته هدف ما از مسائل اقتصادی، غنای اقتصادی افغانستان نیست. افغانستان یکی از کشورهای منطقه است یا یگانه حوزه است در منطقه که 4 دین بزرگ جهان در اینجا تجربه شده. دین زردشتی، دین بودایی، هندویزم و اسلام. ما هیچگاه توجه نکردیم که عظمت و بزرگی ادیان روی تأثیرش روی مسائل اجتماعی ما و فرهنگ ما چگونه بوده. در شکلگیری جامعه مدنی امروز در افغانستان چقدر میتونسته تأثیر داشته باشه. افغانستان بر علاوه تجربه ادیان بسیار بزرگ، تجربه فرهنگ‌های مختلف هم داشته. ما از یک فرهنگ آریایی، از یک فرهنگ فقط فارسی، از یک فرهنگ عربی، از یک فرهنگ آسیای مرکزی و سامری و همچنان از یک فرهنگ هندو آریان و ویدی هم برخوردار بودیم. جالب است وقتی آدم به گذشته های تاریخی افغانستان برمیگرده و عمق و ریشه های فرهنگ امروزی خود در گذشته های بسیار دور نه خود کشور ما بلکه حوزه های بزرگ مدنی منطقه مطالعه میکنه، انسان به شگفتی میآید که چگونه با این ادیان بزرگ، چگونه با این فرهنگ‌های بزرگ ما هنوز هم عقب مانده ترین کشور منطقه هستیم. در عرصه سیاسی هم ما یکی از غنی‌ترین کشورها هستیم. شما باور کنین تنها تجربه 50 سال گذشته افغانستان نشان می‌ده که افغانستان تمامی نظام‌های سیاسی جهان تجربه کرده. ما از یک نظام مونارک و دیکتاتوری به یک نظام مشروطیت آمدیم، بعد به یک جمهوری فردی و تمام عیار تمامیتگرا آمدیم، بعد به یک رژیم دیکتاتوری پولیتاریا آمدیم، بعد به یک رژیم اسلامی دموکرات آمدیم، بعد به یک رژیم اسلامی تندگرا آمدیم و بعد به یک دموکراسی جدید. ما در 50 سال 5000 سال تاریخ بشریت قدم زدیم. بدون شک که ما یکی از غنی‌ترین کشورها در منطقه است، ملت‌ها در منطقه است. اما چگونه ما برای تغییر و برای آوردن تغییر در افغانستان توجه نکردیم؟ ما چرا عقب مانده هستیم؟ روی امی دلایلم یک چند دقیقه خدمت شما صحبت خود کردم و بعد بحث خود جمع خود کردم. ما می‌خوایم با گذشته دور خود وداع بکنیم و فقط با یک گذشته بسیار کوچک و نه چندان دور افغانستان حداقل تا جنبش مشروطیت توجه بکنیم و بعدم یک مثال بسیار بارز از سرش بحث بکنیم که آیا ما میتونیم تغییر بیاریم یا نه، پتانسیل داخلی برای تغییر وجود داره یا نه. باور من این است که در جامعه مدنی افغانستان 3 تعریف عملی وجود داره. یک تعریف عملی پنداری است. شما وقتی از مردم افغانستان پرسان میکنین که جامعه مدنی چی است، میگه یک جامعه بسیار رویایی که احتمالاً افلاطون در کتاب ریپابلیکای خود یا جمهوریت خود تشریح کرده بود و گفته بود که یک جامعه که با نظم و با قانون باشه و در او طبقات کارش و وظایفش مشخص باشه و معلوم باشه. بعد شما وقتی از نقطه نظر عملی از مردم پرسان میکنین که جامعه مدنی برای شما چی است، اونا میگن همین اینجواس، همین مؤسسات است که برای ما خدمات ارائه میکنه و برای ما کار میکنه، جایی را که دولت نمیتونه تحت پوشش خود قرار بده، اینا تحت پوشش خود قرار میتن و برای ما کار میکنه. بعد اگر از یگان نفری که کم و بیش سر خود مثل جناب آقای نادری سفید کرده باشند ایران باز پرسان کنین میگن جامعه مدنی چی است، میگن جامعه مدنی عبارت است
یک حوزه است که در اونجا منافع مشترک با هم تلاقی میشه، با هم در تقاضا قرار میگیره. بعد اگر از یک نفر دیگه پرسان کنیم که بالاخره ترمی آخرین تحلیل اگر هم یک خلاص برای ما بگید که جامعه مدنی چی هست، میگه یک جامعه قانونمند جامعه مدنی است. آنچه چالش بسیار بزرگ در تمامی تعریف ها پنداشته میشه در افغانستان و حتی در عمل انگاشته میشه در افغانستان، او فاصله بین جامعه و قانونیت است یا حاکمیت قانون است. در تمامی تصویرهایی که خدمت شما عرض کردم و تعریفهایی که خدمت شما عرض کردم، یک عنصر مشترک وجود دارد: حاکمیت قانون. هر جامعه که در او حاکمیت قانون وجود داشته باشه، او جامعه مدنی است. حال این جامعه چی دینی باشه، چی فرهنگی باشه، چی سیاسی باشه، چی اجتماعی باشه، چی کمون اولیه باشه، چی کمون آخریه، اگر قانونمند بود و حاکمیت قانون در اونجا وجود داشت، جامعه مدنی است. در افغانستان ما گرایش به طرف جامعه مدنی و با مفهوم مدرنش فقط بعد از طالبان هست. یعنی زمانی که طالبان سقوط میکنه، مفهوم جدید جامعه مدنی در افغانستان وجود داره. ما ساختارهای بسیار بزرگ از گذشته های دور خود آوردیم با خود، اما آنچه نکردیم نهادی نکردن این ساختار هاست. آنچه فراموش کردیم استفاده از عناصر مثبت فرهنگ های گذشته است. ما به خاطر وضعیت بد جغرافیایی و یا به خاطر ضعف درک اجتماعی متوسط در افغانستان، ما آنچه پسندیده بود نگرفتیم. ما آنچه ناپسندتر و خشنتر بود و فکر میکردیم که با او اعمال زور کرده میتونیم، اما اونا را آوردیم. در جنگ جامعه مدنی مدرن افغانستان، یعنی پس از بحث طالبان در افغانستان، ما دو پدیده بسیار بزرگ به شکل گسترده تمرین میکنیم. یک، جنگ بین سنت و تجدد، جنگ بین فرهنگ و تمدن. در هر دو بحث قربانی اصلی نیروهای نخبه است یا جامعه مدنی است. نه تنها در جنگ سنت و یعنی عرف و تجدد، ما امیدوار هستیم که مفهوم سنت به معنای عرف باشه، و تجدد و نوآوری، با آن که ما یکی از بزرگترین اسطوره ها را در کلام در یک ضرب المثل خود داریم، اما هرگز به عمق آن توجه نکردیم. یک ضرب المثل بسیار جالب در زبان فارسی است، میگه که نو آمد در بازار، کونه شد دل آزار. ای شاید یکی از بزرگترین و فیلسوفانه ترین ضرب المثل ها در جهان باشه که پیروزی نو نوید میده و آینده را از آن نو میسازه و دل آزار بودن کهنه را پیام میاره. متوجه باشین که نفی نمیکنه کهنه را، میگه نو آمد در بازار، کهنه شد دل آزار. نفی نمیکنه، تنها از دل آزاریش بحث میکنه، ولی از نو پیام میده. اما در اخص جامعه مدنی افغانستان، 10 سال گذشته 10 سال بسیار پر از چالش بوده، هم در جنگ بین سنت و تجدد و هم در جنگ بین فرهنگ و تمدن. تمدنی که با پیام غرب، با قشون غرب، با پول غرب، با برنامه های غرب داخل افغانستان میشه، و فرهنگی که ما توانایی پذیرشش محدود و محصور میکنیم. این صحبت در کارایی نه تنها جو کل جامعه مدنی افغانستان، حتی در محدوده‌های انفرادی نهادها و مؤسسات مدنی افغانستان، حتی در ذهنیت و تفکر افراد در جامعه مدنی افغانستان کاملا قابل وضاحت و قابل دید است. شما به صورت بسیار واضح این جو می‌بینید. بحران‌های متعدد را که
جنگ 30 ساله با خود حمل کرده بر ما آورده فاصله های اعتماد بین ما زیاد کرده. این فاصله ها فوق العاده بالاست. نه تنها از دید سنت و تجدد، نه تنها از دید فرهنگ و تمدن، بلکه حتی در دیدهای بدوی اجتماعی ما. ما میخواهیم پیلوت باشیم ولی دریوری را هم یاد نداریم. مفهوم عامیانه‌اش هم طور است. پس باید راه بسیار طولانی را کسانی که مسئولیت دارند بپیمایند. حال اگر تنها توجه به نهادهای مدنی که اونا خدمت ارائه میکنن و عرضه خدمات میکنن و ظرفیت ایجاد میکنن و فضا میسازن و محیط آماده میکنن و تحلیل میکنن و تشخیص میکنن و اراده میآفرینن صحبت بکنیم، دقیقاً که به اون نقطه میرسیم که چالش های بسیار بزرگ از مسائل بسیار بزرگ باید دور هم بیاریم. من امیدوار هستم که جامعه مدنی افغانستان با درک سر رسالت بسیار اصلی بتانه فضا را برای آینده افغانستان آماده کنه. یک، استفاده از پدیده های نو در درون جامعه، مثلا نسل جوان، مثلا تفکر جوان. این اراده و این پتانسیل به صورت بسیار گسترده در درون جامعه افغانستان حضور داره و وجود داره، چیزی که مایه امیدواری آینده هست. دوم، حرکت به طرف بهبود. گرچه در فرهنگ ما تصوری است که یوم البتر است، اما واقعیت تو نیست. اراده انسانی همیشه به طرف یوم البهتر است و بهبود بدون شک انگیزه اولی حرکت شما از صبح شما آغاز میشه. شما صبح هم از خانه که وقت میبرین به این آرزو میبرین که تا شام به پیروزی های دست بیافین. به اون لحاظ من فکر میکنم که جامعه مدنی افغانستان رای 10 ساله گذشته را که آمده با وجود مشقت ها و مشکلات عدیده که داره هنوز به طرف پیروزی روان است. آنچه در افغانستان و بستری که در افغانستان میتونه تمامی وضعیت حمل بکنه دموکراسی است. دموکراسی فضایی را ایجاد میکنه که تمامی آنچه ما در گذشته به نام چالش داشتیم با هم میآمیزه و فضا را برش باز میکنه. تشکر.